سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. حامد بهداد متولد 26 آبان 1352 در مشهد، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون است. او فارغ التحصیل لیسانس رشته بازیگری تئاتر از دانشگاه آزاد تهران میباشد. حامد تفنگساز صابری بهداد که با نام حامد بهداد شناخته میشه در تهران به دنیا اومد، اما به خاطر شرایط شغلی پدرش بزرگ شده شهر نیشابور میباشد و به شدت به خراسان و مردمش تعصب داره. پدرش محمود بهداد اهل شعر و ادب بود و نام مادرش نسرین قدمگاهی است. بعد از ورشکستگی پدر که اهل شعر و شاعری بود، راهی شهر مشهد شدند. این بازیگر سینما متولد شده مشهد است، اما مدتی رو در کرمانشاه و تهران زندگی کرده و خانواده بهداد در پی مشکلات زندگی در دوران دبیرستان او بار دیگر به مشهد بازگشتند. او برای اولین بار در سال 1361 وقتی 9 ساله بود، یک بار بازی در تئاتر رو تجربه کرد و از اون زمان عاشق مارلون براندو، هنرپیشه سینما و تئاتر آمریکا شد. او در این باره گفته: از 9 سالگی تئاتر بازی می‌کردم. معلم‌های تئاترم آن زمان در نیشابور ابوالقاسم اثناعشری، حمید کریمی و علی سیدانی بودند. همدوره‌ای‌ها مهران احمدی، رضا کاهانی و امیرحسین صدیق بودند. در دوران دانشگاه بیشتر در محضر استاد حمید سمندریان بودم. البته دیگر اساتیدی چون پرویز پورحسینی، اکبر زنجانپور، امیر دژاکام، بهزاد فراهانی و محمود دولت‌آبادی و خیلی‌های دیگر رو یادم میاد. حامد بعد از قبولی در دانشگاه آزاد تهران فقر شدیدی رو تحمل کرد تا اینکه در شرکت تبلیغاتی زیتون رامبد جوان به عنوان دستیار وارد کار شد. در ابتدا رامبد جوان او رو به همایون اسعدیان پیشنهاد داد و نقش خودش رو در فیلم آخر بازی به حامد بهداد سپرد. این گونه بود که حامد بهداد در سال 79 به سینما وارد شد. او پس از سال 79 تا کنون در فیلم ها و سریال های مختلفی بازی کرده و از جمله بازیگران مرد مورد توجه در سینمای ایران بوده و اخیراً هم به شبکه نمایش خانگی هم وارد شده. او درباره رابطه خودش با رامبد جوان گفته: رامبد من رو به خانهش می برد. خانه ای که او در کنار پدر و مادرش زندگی می کرد و حتی آنجا جایی برای خوابیدن و غذا خوردن داشتم. او در حق من برادری کرد. رامبد مرا به سینما آورد و دست من رو گرفت. رامبو در سال 79 نقشی رو در فیلم آخر بازی همایون اسعدیان دریافت کرد، اما او من رو به جای خودش معرفی کرد. با این فیلم در سن 27 سالگی من موفق شدم کاندیدای دریافت سیمرغ بازیگری بشم. حامد بهداد در سال 79 با سریال همسفر در اپیزود فردادیرس تجربه بازی در قاب تلویزیون رو به دست آورد. سپس در سال 81 در سریال جنگجو در شهر بازی کرد. اما شهرت حامد بهداد از سال 82 با فیلم بوتیک شروع شد. اولین بازی رسمی بهداد در سال 81 و همکاری با حمید نعمت‌الله در فیلم مورد توجه بوتیک بود. بهداد به واسطه همبازی شدن با محمد رضا گلزار و گلشیفته فراهانی و البته اجرای درخشان خودش در فیلم بوتیک تونست خودش رو در سینمای ایران مطرح کنه. حامد بهداد پس از بوتیک برای اولین بار جلوی دوربین سامان مقدم قرار گرفت. حاصل اولین همکاری حامد بهداد و سامان مقدم فیلم موفق کافه ستاره بود. او در این فیلم در کنار ستارگانی همچون افسانه بایگان، پژمان بازقی، مسعود رایگان، رویا تیموریان، هانیه توسلی و شاهرخ فروتنیان همبازی بود. کافه ستاره با اینکه در جشنواره فیلم فجر به موفقیتی نرسید، اما در جشنواره‌های مختلف داخلی موفق ظاهر شد. حامد بهداد یک سال پس از کافه ستاره در سال 83 برای بازی در فیلم تلویزیونی عروس کوهستان با یوسف سید مهدوی همکاری کرد. حامد بهداد بعد از بازی در فیلم آخر بازی خیلی زود توانست به بازیگر پرکار سینمای ایران تبدیل بشه و در دهه 80 و 90 در فیلم‌های زیادی ایفای نقش کرد و موفق ظاهر شد. یک سال گذشت و نوبت به بازی در فیلم روز سوم رسید، جایی که حامد بهداد جلوی دوربین محمد حسین لطیفی قرار گرفت. بازی حامد بهداد در نقش فؤاد به یکی از بازی‌های ماندگار این بازیگر تبدیل شد. بهداد در همون سال در سال 1385 برای دومین بار با عبدالرضا کاهانی همکاری کرد. او این بار در فیلم آدم نقش صحت محبت را ایفا کرد.
فیلم آدم با بازی حامد بهداد و مهتاب کرامتی در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی حضور داشت. حامد بهداد در سال 86 در فیلم پربازیگر دایره زنگی حضور داشت. او در این فیلم به کارگردانی پریسا بختاور در کنار بازیگرانی همچون مهران مدیری، باران کوسری، امین حیایی، صابر ابر، نیما شاروخشایی، محمد رضا شریفی نیا، گوهر خیراندیش و بهار رهنما بازی کرد. فیلم دایره زنگی در زمان اکران به پرفروشترین فیلم فروردین سال 87 تبدیل شد. سال 86 سال پرکاری برای حامد بهداد بود. او در این سال در 5 فیلم دیگر هم حضور داشت. اما شاید پرسر و صدا ترین فیلم او در سال 86 تصویه حساب به کارگردانی تهمینه میلانی باشد. فیلمی که منتقدان زیادی موضوع و پرداخت فیلمساز نسبت به اون در فیلم رو زیر سوال برده بودند. بهداد در سال 87 دلخون رو بازی کرد. او معتقد هست تلاش های عماد در سکانس اعدام برای کمی بیشتر زندگی کردن بخش مورد علاقه او در فیلم هست. بهداد در ادامه در فیلم زندگی با چشمان بسته با ترانه علی دوستی همبازی شد. پس از اون حامد بهداد به همراه پولاد کیمیایی، نیکی کریمی، محمد رضا فروتن و شقایق فراهانی برای بازی در فیلم محاکمه در خیابان جلوی دوربین مسعود کیمیایی قرار گرفت. تا اینکه نوبت به فیلم پرحاشیه کسی از گربه های ایرانی خبر نداره رسید. فیلمی به کارگردانی بهمن قبادی که بدون مجوز و به صورت زیرزمینی تولید شده بود. این فیلم با اینکه در ایران توقیف شد اما با حضور موفق در جشنواره کن توانست جوایزی رو به خودش اختصاص بده. حامد بهداد پس از بازی در فیلم 7 دقیقه تا پاییز دیگر به بازیگری کاملا شناخته شده تبدیل شد و تا کنون در فیلم‌های موفق بسیاری حضور داشته. فیلم‌هایی مانند پرتغال خونی، جرم، سعادت آباد، انتهای خیابان هشتم، نارنجی پوش، پله آخر، آرایش غلیظ و صد معبر از جمله فیلم‌های مورد توجه این بازیگر در چند سال اخیر هستند. حامد بهداد قبل از دوران کرونا فیلم سینمایی قصر شیرین رو روی پرده داشت و بعد از اون با فیلم جاندار در بخش نگاه نو جشنواره فیلم فجر حضور داشت. از جدیدترین کارهای او میتوان به فیلم گیجگاه محصول سال 99 و سریال دل ساخته منوچهر هادی در شبکه نمایش خانگی اشاره کرد. او برای بازی در فیلم جرم به کارگردانی مسعود کیمیایی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل مرد رو از 29مین جشنواره فیلم فجر دریافت کرد. بهداد در عرصه دوبله انیمیشن و مستند هم تجربه های موفقی داشته و در سال 86 تهیه کننده فیلم کوتاه ایران 66 و مجری طرح فیلم کوتاه فصل خاک بود. او همچنین به عنوان خواننده چندین تک ترک هم خوانده و مدتی هم با گروه دارکو فعالیت داشته و در کنسرت‌های اونها به اجرا پرداخته. او در مصاحبه‌ای گفته یک بار احساس کردم دیگر مثل قبل با رامبو دوست و رفیق نیستیم. به او پیامک دادم که می‌دانم دیگر بهترین دوست و رفیق تو نیستم و می‌دانم که فلانی رو بیشتر از من دوست داری. پس از این به بعد رفتارم رو بر اساس این تنظیم می‌کنم. در جواب این پیامک او جواب داد که احمقی اگر فکر کنی که بین دوستایم کسی رو به اندازه تو دوست داشته باشم و باز هم من جواب دادم پس من رفتارم رو بر اساس آخرین پیامک تو تنظیم میکنم. اخیراً ویدئویی از حامد بهداد در فضای مجازی در حال دست به دست شدن هست که به طور کلی بیش از 3 میلیون بار دیده شده. این ویدئو مربوط به مصاحبه او با برنامه فیلمکات هست که در قسمتی از اون گفته امروز اون شوق و شور رو ندارم. به پختگی رسیدم، به بلوغ رسیده، بلوغ رو زندگی میکنم. در زمانی شور و شوق و حرارتی بوده، زندگیش کردم و اتفاقا سحر روش میذارم. کار بدی نکردم، بازیگری کردم، حتی به غلط. نه تنها زیباست، لذت میبرم از زیستن، حتی به غلط. پشیمونی یعنی چی؟ زندگی کردم اون لحظه رو، وجود داشتم، حتی به غلط. اصلا کی تعیین میکنه درست و غلط چیه؟ پشیمونی برای چی؟ برای اینکه مثلا زنده بودم یا یه فیلمی رو بد بازی کردم یا یه فیلمی رو خوب بازی کردم یا اینکه یه رفتارم در جامعه غلط بوده. بعد اخلاق اینو تعیین میکنه، قدرت اینو تعیین میکنه، قالب‌های فرو افتاده و پس اینو تعیین میکنن. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید و اگه هنوز عضو این کانال نیستید میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.